بسم الله الرحمن الرحیم میایم با برنامه QuickBooks امروز درس ما شما در برنامه QuickBooks بوکس آیتمز این سرویس یعنی چه قسم ما شما میتونیم اونمو آیتم که برای ما دجریان بزنس نیاز است و استفاده میشه یا او را ما شما پرچیز میکنیم از وندرهای خود یا او را ما شما سلس میکنیم یعنی سل میکنیم بالای مشتری خود میفروشیم بالای مشتری خود او را چه قسم میتونیم در برنامه کویک بوکس اد کنیم یا اضافه کنیم و به مو شکل سرویس آیتم چه قسم ما شما میتونیم در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم برای اضافه کردن آیتمز این سرویس در برنامه کویک بوکس ما شما اهم میتونیم کی د هم پیچی برنامه کویک بوکس د بخش کمپنی بین بالای اایټمز ان سرویس کلیک کونیم و هم میتونیم کی د مینوی لیستس بیاین او بیا د زو بالای اایټم لیست کلیک کونیم اردو ایزی یک چیز څه اختلاف نداره یعنی هم میتونیم ازو کمانډ او هم میتونیم ازی کمانډ د انمي ویندو ماوسو ما یا د برنامه کویک بوکس د کمپنی خود اایټمز و سرویسه اضافه کونیم او نو اایټمز او نو سرویس کی د جریاني ا ډیل به موشتري استفادہ میشه و یا د جریاني ډیل با وندر موشما یا سپلایر موشما استفادہ میشه. وقته کی انمی صافی آيټم لست موشما بار اول باز میکنیم د یوه یو آيټم قبل از قابل جوړکدګی میبشه کینام ایزو اس آوت اف سٹیټ. ای آوت اف سٹیټ آيټم کهستا ای اکسلس آيټم اس تا سیل ټیکس آيټم اس تا کی د جریونی جوړکدنه موشتري ما از استفاده میکنیم و برای اونا او مشتری استفاده میشه که او برای ما شما تکس پرداخت نمیکنی یعنی از او ما شما تکس را کلیکت نمیکنیم یعنی از تکس اونا اگزمت میباشه یعنی برای ما تکس نمیتا و ما از تکس نمیگیریم تمام اونو مشتری ها در اوت اف استیت میان این باز ما شما بعدا بحث میکنیم اینال امروز ما شما روی ازی بحث میکنیم که چه قسم میتونیم در برنامه کویک بوکس سروی سایت اضافه کنیم وقتی که ما شما به مشتری خود یگان خدمات پروواید میکنیم و در مقابل از پول ما شما به دست میاریم او رو چه قسم میتونیم در اینجا اضافه کنیم به این از سروی سایت ما شما چه قسم میتونیم در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم و در جریان جور کردن استمیت یعنی کوتیشن سلادر یا انوائس دو ایراد کنیم و به مشتری خود ان وایس سیل اوردر و به شکل استیمیت یا کوټیشن جوړ کړم وبم شکل عام ما روېزی بحث میکنیم کی چه قسم ما شوم میتونیم کی این وینټری د برنامه کویک بوکس اضافه کړم نن این وینټری رپورټ د برنامه کویک بوکس اضافه کړم اینوینټری اسامبلی د برنامه کویک بوکس اضافه کړم بم شکل انوای مختلف سل ټیکس د برنامه کویک بوکس اضافه کړم یعنی مثلا سنگل سل ټیکس ملټپل سل ټیکس بم شکل دغه کمانډ با خاطر اضافه کردن Uh, uh, item یا سرویس آیتم یا اینوینت ریپورت یا نان اینوینت ریپورت ما شما روی اینمی صفحه رایت کلیک میکنیم و نیو انتخاب میکنیم وقتی که نیو انتخاب کردی اونمو صفحه که از طریق ازو ما شما میتونیم سرویس آیتم در برنامه کویک بوکس اضافه کنیم اینوینت ریپورت اضافه کنیم اینوینت اسمبلی را اضافه کنیم یا نان اینوینت ریپورت یا سل تکس برای ما چی میشه باز میشه خب این کار ما شما میتونیم که از طریق اینمی کمان که داخل از این صفحه است به نام آیتم بالای زی کلیک کنیم و نیو انتخاب کنیم یکسان است هیچ تفاوت نداره یعنی ما و شما هم میتونیم از او طریق استفاده کنیم و هم میتونیم از این طریق استفاده کنیم خب ما میم و دیگه شورتکات طریقش این که از طریق شورتکات کی ما و شما میتونیم که این صفحه کنترل ان کلیک کنیم اون صفحه که از طریق از ما و شما میتونیم سر سایت ما اینونتری پورتا یا نان اینونتری پورتا در برنامه بوکس اضافه کنیم برای ما باز میشن خب اول ما می که بعضی از سرویس های خدماتی که برای مشتری خود ما انجام میدیم او را اضافه کنیم مثلا ما یک کنسولتینگ کمپنی داریم و یا مثلا انفورمیشن این کمیونیکیشن و سافتویر ویر دیولپمنت کمپنی داریم مثل که شما دی بالا میبینید من نوشته کردم که سیف زاده انفورمیشن این سافت کمپنی د کمپانی کمپنی خود ما بعضی از ترینینگ ها را کور میکنیم به او را دایر میکنیم با بعضی از مشتری خود و در مقابل از ما کس یک اماونت مشخص یک پولی مشخص به دست میاریم خب چه قسم میتونیم ما در می برنامه کویک بوکس اینی کار انجام بدیم یعنی سرویس آیتم را اضافه کنیم برای اضافه کردن سرویس آیتم ما شما میایم بالای سرویس کلیک میکنیم وقتی که سرویس انتخاب کردیم در قسمت پایین بعضی با از فیلد هستند خب اول که از امرای ما به نام آیتم نیم یا آیتم نمبر یک فیلد است که دیجا ما امون نام آیتم خود ذکر میکنیم یا نمبر میتونیم که نمبرش رو ذکر کنیم خب مثلا ما یک مین آیتم جور میکنیم سروس آیتم جور میکنیم و سه چهار دانه سب آیتم جور میکنیم فرض مثال माँ याँ मेन आइटम जोर में की बनाऊँ मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग वाँ तहत ऐसे क्या स्टोर दाना सब आइटम जोर में की ना मसलन क्विक बुक्स ट्रेनिंग भिजट्री ट्रेनिंग टेली आरपीना इंट्रेनिंग बमुश्किल फाइनेंशल एक्सेल फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने इधर जोर में करूँ वो कीमतों की शामिल مین آیتم شد را ما اگر این سب آیتم کدام آیتم دیگه است سرویس آیتم است میتونی انتخاب کنیم ما میگیم نه این خودش یک مین آیتم است بعد از او یونیتس آف میسورمنت از مشخص میکنیم واحد اندازگیری از ای. این در اینجا اگر قبلا کدام واحد اندازگیری کسی جور کرده باشه او را میتونه انتخاب کنیم این قبل از قبل یک دانه جور شده به نام ایچ ای از اول خودش جور نمی کسی جور کده ما میگیم نه خاطری financial management training م مثلا یک واحد اندازګيري جوړ مکن بنامي پر فرض مثال پر financial management training پر quickbook training بهشکل یک واحد اندازګيري جوړ مکن خو مې هم د ارټ نیو وخت کې ارټ نیو انتخاب کړی دغه یو تیدات او واحد هاي اندازګيري را برمو چی مکن خودي برنامه quickbooks جوړکدګي او ورته اګه د دقت از یو انمي واحد اندازګری کې هغه مو نیاز دريم به شوره انتخاب میکنه د غیر از ادر انتخاب میکنه فرض مثال ما پر کار دريم د انځه به نام پر کوم واحد اندازګری نیس ما چیکار میکنم د انځه مېم ادر انتخاب میکنم او نیکس کلیک میکنم میکن وخته میکن. کی ادر انتخاب کړم نیکس کلیک کړم د انځه برې ما میګ اول بهت نوم به تی بامي واحد اندازګری خود مثلا منوښته کړم کی پر پر ټریننګ uh, فرض مثال اني نوم زدهستان او ابروژن شاسته پر اره انتخاب کوم بیا زه فنیش کلیک میکنم واختکه فنیش کلیک کړي او ببينين یک دونه واحد اندازګيري امره ما اضافه شوت په نوم پر ټریننګ او ایکس ابروژن اسیس ته پر خب بیا زه اسپیش ما پرسان میکنه کی دراجي به انمي سروس سايټه میک ته دایي جوړ کړي می ته دينه قسمت ديسکریپشن نوشټه کونه فرض مثال منوښټه کړم کی فاينانشل मैनेजमेंट ट्रेनिंग कावर या कवर्सल क्विक बुक्स ट्रेनिंग दुम धुआम ट्रेनिंग सेवम वमुशाकल ए सेवली डॉट नाइन ट्रेनिंग و به شکل میکنم چارم اکسل فانانشل, فانانشل، رو نوشته کنم کن. قسمت شما او نمره تا رو نوشته میکن. اگر یک نفر از پیش شما شما این فانانشل منجمنت ترنینگ میخواه که ما برزو ایره کور کنیم قیمت از او چند است من نوشته میکنم که قیمت از فرض مثال 20000 افغانی است به خاطر از اینکه ما ده اینجا 4 تا ترنینگ داریم و هر ترنینگ تقریبا 5000 تمام میشه ما برای مثلا قیمت از 5000 است پس 4 تا ترنینگ هست ترنینگ های مختلف که مربوط به فینانشل منیجمنت ترنینگ میشه 20000 افغانی میشه اگر د مقابل انی سرویسی کی تو به مشتری خود پرووایډ میکنی کی ترننگ فائنانشل منیجمنت ترننگ اس اگر بالا مشتری خود تاکس مثلا تو میخوی پر مثلا حساب کنی یعنی ازو بالای زو از تاکس هم چارج کنی بس ایج ټاکس بل انتخاب کړه اگر میگی نه د مقابل انمی سرویس کی ما برای مشتری خود پروایت میکنم ټاکس چارج نه میکنم دینجه نن انتخاب کو یعنی نن ټاکسیبل کې برمه از بعدن د اونجه د جورکدن انوایسي بدارت میخوره اگر ټاکسبل انتخاب کړی و بشم بوز د اونجه ټاکس هم کالکولیټ میکنه اگر نن ټاکسبل انتخاب کړی و بشه بوز ټاکس کالکولیټ نه میکنه اگزیکټ پرایس کې مو شوماره ټک تین کړم اوره کالکولیټ میکنه برمه د اونجه د بغشي اкаўنٹ باید مو شوماره یو دن دا اкаўنٹ داشته بشم په نوم سرویس انکم اкаўنٹ یعنی آید که از طریق ارائه کردن خدمات برای مشتری ما به دست میاریم آید که از طریق پرووایر کردن سرویس به مشتری ما شما او را به دست میاریم خب ده اینجا بالای این نویگیشن بتن کلیک میکن وقتی که را کلیک کنی تمام اکانت هایی که ما شما در چارت اف اکانت خود داریم اونمو رو برای ما ده اینجا میاره ما ده اینجا نوشته میکنیم سرویس انکم اکاونټ ان په نوم سرویس انکم اکاونټ یو دنا اکاونټ امره مو شمه استه اگر نه باشه بالای اډ نیو کلیک مګنیبوده انځه نیوښته میکنی دغه اکاونټ نمبر ته نیوښته میکنی بیا دغه نیوښته میکنی کی سرویس سرویس انکم وبالځو سیو فن کلوز مګین چې نومره ما په نوم سرویس انکم یو اکاونټ اس ما یې نیمه انتخاب میکنم بیا دغه اوکی کلیک میکنم اگر ما شما خواسته باشیم که همزمان چندین دانه سرویس آیتم دیگر هم جور کنیم بعد از اون نکس انتخاب میکنیم اینمی آیتم که ما شما جور کردیم سرویس آیتم ثبت ای میشه و یک ویندوی خالی میه که از طریق از ما میتونیم دیگه سرویس آیتم جور کنیم اگر میگینی ما فقط اینمی یک دانه سرویس آیتم جور کار داشتم و او رو جور کردیم دیگه نیاز نیست فقط بالای او کلیک میکنیم اینمی یک سرویس آیتم امرای ما شما جور میشه و دیگه ما شما میتونیم که کارهای دیگه خودا پیش ببریم فرض مثال ما اوکی کلیک کردم وقتی که اوکی کلیک کردم د اینجا از پیش ما پرسان میکنه بعض از لغت هایی که کمپیوتر نمیشناسه برنامه کویک بوکس برای ما میگه که سپلنگ اینمی سپلنگ که تو تایجه نوشته کده بعض از مشکلات املایی داره ما برش میگم یا کلش اگنور کو صرف نظر کو بانشه اینال شما ببینین یک دانه آیتم امرای ما شما جور شده بنامی فانانشل منجمنت ترنینگ و اې کیس د ډیسکریپسشن ايش کیس اېنی چیزه نه وښته شودګیس کوم چیزه کې مو شومله ډیسکریپسشن نوښته کړې و دې قسمت برې مو مګې کې تای پېږي کیس سرویس استه او اکاونټ کې به ولینک اس په نوم سرویس ان کمیود میشه او فیلم که یونیت آف میزورمنت از که است پر ترنینگ است و پرایس اینمی ترنینگ است 20 هزار افغانی است خب ما باز آمدم در اینجا کنترل این کلیک میکنم و چندین دانه سرویس سب سرویس آیتم جور میکنم آمدم در اینجا سرویس انتخاب کردم دا آیتم تایپ و در اینجا نام دادم برش مثلا کویک بوکس ترنینگ

بیا رزو ریډ شوم شخص میکنه ریډ شوم معلومدار 5000 افغانېستان و دایجه دا ام نن ټیکسیبل انتخاب میکنه و دایجه دا سرویس انکم اکاونټ انتخاب میکنه بیا رزو نېکست میګم ها مېایم یو سرویس آئټم دی بلغه سبس سرویس آئټم دی بلغه جوړ میکنه په نوم پیچ 3 پیچ 3 تريننګ و ایر سب ایتم ای کویک بوک فینانشل منیج ببخشین انتخاب میکنم یونیت اف میزرمنت انتخاب میکنم ریت نوشته میکنم که 5000 و دیگه کل چیزا انتخاب شده گیس فقط در دیسکریپشن نوشته کنیم که دس ترنینگ ترنینگ سوری ترنینگ کاور دا پی 3 فول ترنینگ ایر نوشته کردم و بعد از او سیف نکس انتخاب میکنم این حالی ای را باز اکنور میکنم بعد از او آمدن دیگه سر سایت جور میکنم بنامی تیلی ای آر پی دارت و ای را سب ایت چی را انتخاب میکنم سب ایت همی کوک بوک و یونیت آف میزورمنت شم پر انتخاب میکنم ریت شم نوشته میکنم 5000 و در اینجا نوشته میکنم که دس ترننگ کاور تیلی فول ट्रेनिंग बार जो मैं कम कि सेव सॉरी सेव न्यू दी जानी नेक्स्ट इंतखा में कम बार जो आमदम बनाओ में एक्सल फाइनेंशियल ट्रेनिंग या सब आइटम में दिग्गज चोर में कम दें जमे में जा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंतखा में कम यूनिट ऑफ मेजरमेंट शपर इंतखा में कम कीमत शपन जाजार तय में कम और बार जो मैं financial management financial از او اوکی دی کلیک میکن خاطر از دیگه دیگه سرور سایت ما جور نمی کنیم شما ببینین د اینجا امرای ما یک دانه چندین آیتم جور شده که یکی از این مین آیتم هست و دیگه ایش سب آیتم اینالی ایر خو ما شما جور کردیم ایر ما شما در کجا استفاده میکنیم در کجا به درد ما شما میخورن وقتی که یکی از مشتری های ما شما از پیش ما مثلا پیشنهاد میکنه که ما بر از او چی کنیم اینمی ترنینگ ها را کور کنیم و بعد از او که شد اونا برای ما پول پرداخت میکنند در مقابل از او مثلا ما انوائز جور میکنیم در اونجا ما از استفاده میکنیم فرض مثال م م م د مينوي کستمر سوبالاي کستمر سنټر کلک میکنم يا کي از مشترياي ما است مثلا محمد ديجا شوري مشتري ما نيستا مستقيم م م د کستمرز م م بالاي كريټ انوائس ما, ما به يکي از مشتري خود انوائس شور میکنم قبل ازي کي ما کستمر ني م انتخاب کړم م م بالاي آيټم کود مثلا يکي از مشتري ما بنا مي وحيد اينو اسبيش شما و می فینانشل منیجمنت ترنینگ خواست و او را ما کور کردیم انال ما بر ازو انوایس زیر جور میکنم شما ببینید در این قسمت وقتی که نامی در ایتم کد نامی مو ترنینگ سر سایتم انتخاب کردیم اتوماتیکلی او نمو پرایس ایچ زیر برای ما چی میکنه در اینجا نشان میده و واحد اندازگیری زورم برای ما نشان میده که چیسته پرسته و دینجه اګه سپیش مو برې ما مګا چې چنده نه تريننګ شما برې زیکو ورکړم فرض مثالا که ما د داده نوښته کوم داده نه کې است ضرب او نوو اچ پرایس اچ میکنه او برې ما مګا چې داده نه قیمت یې مکملې چې است 20000 افغاني میشه انول دیټ او وخت کې است ما او شما چه میکونیم او نوو سروس سیستم واستفاده میکنیم چون ما او شماګه متوجه بشئ د اوجه به تاملې چې است ا د اونجه نن تاکسیبل انتخاب کرده باشیم بود انتخاب کرده بودیم انال د اینجا برای ما نن تاکسیبل می آمد. اگر اونجا ما انتخاب کردیم که تاکسیبل یعنی د مقابل اینمی ترینینگ که ما با یک مشتری خود کور میکنیم تاکس هم چارج میکنیم د اینجا باز تاکسیبل می آمد چون ما اونجا نن تاکسیبل انتخاب کردیم د اینجا نن تاکسیبل آمد انال باره دي کې ما, شما ها inventory part, inventory assembly, ما شما او شما سره سايټمه جوړ کړم په د داخلي کمپني خود د برنامه کوک بوکس اول میم انوینټري رپورت انوینټري اسامبلي ان انوینټري رپورت د برنامه کوک بوکس ایز اف میکنیک انوینټري رپورت چیرې میګا هر چیزي خود انوینټري چیرې میګا هر چیزي کې ما او شما په خاطر یې میخريم چې دوپاره اوره بفروشيم په نوم انوینټري یاد میشه باز انوینټري رپورت کیستا جزء انونتریز انو فرض مثال ما فرض مثال کامپیوتر را می خریم بعضی مثلا پارتای کامپیوتر می خریم مثلا یعنی خودی کامپیوتر که اسم مکمل به نام انونتری یاد میشه و انوینتری پارت چی را میگه داخل کامپیوتر اگر شما متوجه باشید ما هارد دیسک هم داریم سی دی رام هم داریم سکرین هم داریم ماوس هم داریم مانیتور هم داریم یار کدام از اینا که هستن به نام انونتری پارت یاد میشه انونتری پارت است که ما شما دوباره او را میفروشیم و مکمل یک سیستم بنامی نام آت یاد میکنه خب هر کدام از جدا جدا رو ما میتونیم که بگیم که اینونتری خب باز یک کماند دیگه داریم ما شما دیمی آیتم لیست که به نام اینونتری اسمبلی یاد میشه اینونتری اسمبلی چی را میگن؟ انوینتری اسمبلی که از همیشه به اساس انوینتری پارت جور میشن اگر ما مثلا یک مکمل سیستم داشته باشیم مثلا ما یک سیستم جور میکنیم به نام پینتم دی کامپیوتر و دای پینتم دی کامپیوتر که ما مثلا کیبورد ماوس مانیتور مثلا سی دی استفاده میکنیم اینمی هر پروژه از جدا جدا به نام پارت یاد میشه وقتی که کل از با هم یک جای کنیم یک مکمل سیستم جور کنیم اینمی را به نام اینونتری اسمبلی یاد میکنه کی را اول ما شما امروز بحث میکنیم خب اول میایم ما شما چند تا پارت در برنامه کویک بوکس چی میکنیم اضافه میکنیم برای اضافه کردن اینونتری پارتس ما شما میم بالای آیتم کلیک میکنیم و نیو انتخاب میکنیم در اینجا بعد از که ما شما سرویس جور کردیم در آیتم لیست میم بالای اینونتری پارت کار میکنیم خب دا اینونتری پارت ما شما باز قسمی که در ویندوی قبلی ما شما کار کردیم اول آیتم نیم هستن تا آیتم نیم فرض مثال ما میکنیم سی پی و اگر نمبرش هم باشه میتونی سلاش بتی و نمبر زوره نوشته کنی یا داش بعد از نمبرش نوشته کن. اگر این سب ایتم کدام ایتم دیگه است میتونه انتخاب کنید دیگه چون نیست ما دیگه چیز انتخاب نمی کنم خب هر ایتم که است به خود یک منیفکچر نمبر داره پارت نمبر داره اگر اون نمبرش دیگه باشه نوشته کو اگر نباشه نیاز نیست شما نوشته کنین تمام فیلدایی که دیگه شما میبینین با این معنی نیست که شما کل از را باید بفهمین و دوره شما چی کنین آه آه فیل کنین و یک چیز دیگه متوجه باشین کرسی انونتوری که ما شما برایتان ما براتون دیجا کور میکنیم و براتون درس میتیم این بیسیک کورس هست با این معنی که می ای بیسیک اینونتری منیجمنت کورس ما برات دیجا کور میکنیم اگر شما کسایی که مثلا میخوای که و اونا در بخش اینونتری اکسپرت هست و میخوای که مکمل ادوانس اینونتری منیجمنت کورس بخونه تقریبا یک هفته سوره ما شما باز میتونید که به شکل جدا براتون کور کنیم اینا که اس یک بیکس بیسیک انوینتری منیجمنت کورس هستا خب ده اینجا من نام انوینتری پارت نوشتم کدم سی پی و ده یونیت اف میژرمنت ما شما چی انتخاب میکنیم نه ای انتخاب, میکن انتخاب میکنیم نه پر انتخاب میکنن بخاطر اینکه بخاطر انوینتری پارت ما شما مثلا میتونیم که شاید زیادتر وقت ایجا استفاده میشه و زیادتر وقت مثلا ما شما میتونیم پی سی استفاده کنیم پی سی به مکمل کامپیوتر استفاده میشه خب ما اینو کنسل میکنیم میم از این طریق ایچ انتخاب میکنیم ایچ سایسته است به خاطر رپورت و بعد از او ببینین ما برتن گفته که این هر چیزی که ما شما از کسی مثلا از وندر یا سپلایر خود میخریم و دوباره او را پس میفرشیم به نام اینونتری یاد میشه پس به خاطر اسپیش ما ده اینجا پرسان میکنه اگر اینمی اینونتری تو از کدام نفر پرچیز کردی پرچیز انفارمیشن شده ای جنو نو ایده که تو پرچیز کدی به کدام ڈسکرپشن تو پرچیز کدی و اگر تو یرا د می فروشی سلز انفارمیشن ازوره د نوشته کو ما د اینجا میم که مثلا اینی سی که ما خریدم ای انکلود داشت مثلا برای خود چی داشت نوشته میکنیم که رم فرض مثال 4 جی بی فرض مثال باز نوشته میکنه هارد دیسک تقریبا 2.5 جی بی ایره نوشته کردیم و به مو شکل نوشته کردیم که مثلا پروسسر ازی که هست پروسسر ازی که هست چقدر بود از زی فرض مثال بود تقریبا دو اشاریه دو و به مو شکل دیگه معلوماتش هم شما میتونید نوشته کنید و وقتی که توی دا سلس میکنید به حالای کس میفروشی به کدام انفرمیشن میفروشی زیادتر مردم وقتی که آیتم رو میخره و او رو دوباره سلس میکنه وقتی که ایتم پرچیز میکنه یک دسکریپشن داره وقتی که با سود پس سلز میکنه دیگر دسکریپشن داره یعنی بعضی از پروژاتش کم میکنه مثلا اگر این میشه جی بی داشته باشه دو جی بی جی بی را میمون دو جی بی میکنه بعضی یک تعدادی قسم که مثلا بعضی از ایتم ها را که مثلا اینون تری پرچیز میکنه یا اینون ریپورت ها اگر مشخصات زو پایین تر باشه دو بعضی از آیتما ها را یا اینونتری را اینونتری پارت اضافه میکنه مثلا رم اضافه میکنه هارد که چینج میکنه و او را باز با قیمتی بالا میفروشه باز اگر این قسم کار شما انجام دادی میتون دیجا دا سلس انفورمیشن یک چیز باشه پرچیز چیز انفورمیشن دیگه به چیز باشه ما ده اینجا تاب کلیک میکنم ده قسمت اونو سلس انفورمیشن اتوماتیکلی کپی میشه میای ما میگم سیم سلس انفورمیشن و سیم پرچیز سیم پرچیز انفورمیشن خب وقتی که شما این اینونتری ای ای پارت که به نام سی پی یو شما ایرا خریدین با چند برتن تمام شد فرض مثال ما ایرا با هزار خریدم و وقتی که چیزی را ما شما می خریم چون برای ما شما اکسپنس میشن در خودی چارت اف اکاونت کامپیوتر ما شما در کمپنی ما شما یګا کاؤنټس بنامي کاست اف ګود سولډ یعنی سی او جی اس او اٹومیټیکلی داونځه برموچې مشه لیست بشو او امرا یزو لنک ميباشه و خودي برنامه کویک بوکس اورا اینه میتاموم سیلز پرچیزې چې ما شما میکونیم با اینه می کاؤنټ چه میکنه لنک میکنه یعنی اکاونټی کی بنامي کاست اف ګود سولډ د چارټ اف اکاونټ څخه مور شما و برزو ای اتوماتیکل انتخاب است ای ما شما دست نمیزنیم اگر ما شما اینمی آیتم از کدام وندر مشخص ما شما مثلا پریفیت وندر ای ما شما از اون خوایم که مثلا دا بخریم یا پرچیس کنیم یا همیشه ازو اون میکنیم میتونیم نام از ریجه انتخاب کنیم چون میگم نه تانوز ما نه از کدام وندر خودی را پرچیز کردیم و مشخص نیست یعنی کی از کی مایی را پرچیز کردیم این را مو تو میمانیم و در قسمت از پیش شما سیلز پرایس را میخواد اگر تو این می آیتمی می که منام اینوینتری پارت یاد میشه با کی سی پیوز تا این را با سی خرید مثلا خریدی پرچیز کردیم با چند میفروشیم میگم این را با 6000 پس ما دوباره میفروشیم یا مثلا به 5000 ایده ما پس دوباره میفروشم خب یعنی سل پرایس شی جنو نوشته باز وقتی که را بالای مشتری خود میفروشی تکس هم سرزو چارج میکنی یعنی میگم نان تکسبل بالای زو چا تکس چارج نمیکنم وقتی که ما شما چیز را می باید در چارت آف اکاونت کمپنی خود به اکاونت داشته باشیم به نام اگر او باشه خوبه، اگر نه شما شما او را چی میکنیم اثر جور میکنیم در وقتی که ما شما انفورمیشن این کمیونیکیشن تکنولوژی کمپنی را انتخاب کنیم در چارت آف اکاونت چارت اکاونت کمپنی ما شما دو اکاونت با اتوماتیکلی جور میشه یکیش به نام سلز هاردویر و دیگریش به نام سلز سافتویر اگر اس په نوم سلز هاردوير هم کوم اкаўنٹ باشه او رحم میتونیم انتخاب کن په خاطر از کی ان می آيټم کی انوینټری پارت کی مو شوم مجبور میکنیم سی پی یوسته وای د کمپیوټر په نوم هاردوير یاد میکنه یعنی سافټویر نیس پروگرام نیس هاردوير هسته چیزس کی مو رحم لمس Kada میتونیم وبچش چشمه دیده میتونیم پسته ای هاردوير میه ها. صحیحسته اناله مو شومه انجه چی میکنی میم په نوم سلز میبینین کی کوم اкаўنٹ د انجه چارټه اкаўنټس مو کوم اкаўنٹ داریم یا نه داریم میبینین شما د انجه مو شما already بنامه سلز هاردوير اکاونټ دریم و او را انتخاب میکنیم په وخت کی چیزره ما شما میفروشیم برای ما شما پولی رکه ما شما بده اس میاریم اونم برای ما انکم یاری ویوسته به مو خاطر انم تایپ ازي م اکاونټ کیس انکم انتخاب شو دیستان پس ما شما د انجه سلز هاردوير اکاونټ انتخاب میکنیم کی تایپ از ازو انکم استه بعد زکه کار ما شما کړم د اني قسمت په ان کی استه کی اول یغ اکاونټس بنامه انوینټری اس اسټیمه شمه کی اتوماتیکلی دایباش لینک شونډه کویک بوکوره لینک کړه دایزه baseX معلومات دغه راځي به موږ انوینټری اسپه شما پرسان میکنه کی اگر شما مثلا اون هند زمي انوینټری د ګودام خود ده اگر سټاک خردارین دغه نوښته کړه میتونین کی مثلا چنده درمه ان د معلومات نوښته کړم دا د نرزر بی نیم سی هزار میکنه کی کاست زوس برې ما میگه کی تو اگر دا نه داشته باشی ټوټل ویلیو از سی افغانی میشه اگر ما یې اوکی بگیم د خودی چارت اف اکاونټ کویک بوکس مو شما اگر بیم د مینوی لیست بالای چارت چارت اف, آف اکاونټس کلیک کنیم د انجه یو اکاونټس اسټ ما شما اټومیټیکلی وخت کې ما شما یو کمپنی رو جوړ میکنیم یی خودش جوړ میشه ما د انجه شما ببینین برای ما ایزی رو هستا وخت کې اونمو را اوکی کلیک کنیم اونمو اماونټ سی هزار افغانی ته انجه چی میشه اضافه میشه و یی اټومیټیک باز میره امرای اوپننګ بیلانس اکوتی ما شما چی میشه اینجا هم اضافه میشه به خاطر از اینکه اینمی اسید اسید ما شما میشه اینمی اینمی پارت و قیمت از اینجا باز اضافه میشه یعنی برای ما کمپانی میگه که شما اینقدر اینونتری اسید دارید در بزنس خود می کمپانی خود ما چی میکنم من میگم از این فرض مثال اگه داشته باشی خوب نوشته که نه داشته باشی نک نوشته فرض مثال ما از دارم و دینی قسمت دو آپشن دیگه است مینیمم و ماکسیمم برېمو مېګې کې ری اوردر پوینت مې مېګم وخت کې مینیمم انمي کوانټټي انمي اټ انوینټري پارت کې بنامي سي پي اوټ میشه اگر په 5 ټن رسید او ماکسیمم په 8 ټن رسید خودي برنامه کوک بوکس ام برېمو چی میکنه یو نوټيفيکیشن بته دینې قسمت کې ته باید چی کونی انمي اټم انوینټري پارت اثر اوردر کونی او به مې خپل وندر خود کی سپلایر مو شوم میشه ازو یې را خریداري کونی و در اینجا از ما تاریخ هم پرسان میکنه که اینی انوینتری که تو داشتی از کدام تاریخ امرایت بود ما میگیم اینمی کرن دیت فعلا اینمی انوینتری ما شما داریم بعد از او اوکی کلک میکنم وقتی که اوکی کلک کنم اینمی سپلنگ چک کلش ها اگنور میکنم اگنور آل انتخاب میکنم اینال شما ببینین دمی window key برای ایجاد کردن آیتم یا سرویس آیتم جدید استفاده میشه یک آیتم دیگه اضافه شد ام را شما به نام سی پی یو کی مشخصاتش در بخش دیسکریپشن نوشته شده کیست تایپ ازو اینونتری پارت uh, است اگه شما متوجه باشین و اکانتی که ای با او لینک شده به نام سیلز هاردویر یاد میشه و آن هند ازی ده دانه داریم یعنی پیش ما ده دانه زی است که قیمت یک دانه زی که وقتی که ما ای را میفرشیم البته کاست برای ما اینجا نشان نمیتن وقتی که را ما شما میفرشیم به پنج هزار ما شما میفرشیم اگر ما شما بیاین د مینوی لیست بالای چارټ اف اکاونټ کلیک چارټ اف اکاونټس کلیک کړم د انوینټری اسیده موشومه هغه بیا وینم شما 6000 افغاني اضافه شوه او 6000 افغاني اتوماتیکلی میرا د اوپنینګ بیلنس اکوئټی د ایجم چي ميشه اضافه ميشه به یې مونږه کې ما انوینټری درهم د مي کمپني خود و اونمو انوینټری ما کېست تمام قيمت 6000 افغاني ميشه کې بهره ما شما اسېټ استه میتونم کې اوره بفروشم و پولې شبه واست بیارم بمو شکل مو شما چیکار میکنیم کی چندین انوینٹری رپورٹ دیگر هم جوړ میکنم ما کنټرول ان کلیک میکنم دا انځه مې انوینٹری رپورٹ انتخاب میکنم و چون یم آپشنارو ما کول شه تشریح کردم زو زو ما چندین دا انوینټری رپورٹ دیگر هم جوړ میکنم کی وخت مې ځای نه شوه نوښته میکنم کی مانیتور و مانیتور نوښته کردم و دا انځه یونټ اف مزرمنت ازیر ایچ انتخاب کردم و بیا د ډیسکریپسشن نش نوښته کردم کی مثلا بلک دل uh, 16 انچ ایرا و د سل انفورمیشن شم اینم چیز نوشته کردم اینم برای ما فرض مثال به فرض مثال به 4000 تمام میشه و ایرا ما شما پس میفروشیم چند مثلا به 6000 افغانی را ما شما پس میفروشیم و تکس هم وقتی که را میفروشیم بالای مشتری خود چارج نمی کنیم و اکاونتی کی باید با او لینک شوه به نام سلز هاردویر هسته او را ما شما در اینجا انتخاب میکنیم و آن هند ازی داریم میگم نی نداریم بعد از او چی کار میکنیم نیکس انتخاب میکنیم مینیمم و مکزیمم ری آر پوینتش هم تو خالی میمانیم بعد از نکس انتخاب میکنیم دیگه اینوینتری پارت جور میکنیم به نام کیبورد به چی به کیبورد جور میکنیم و یونیت اف میزورمنت از ایرم ایج انتخاب میکنم در دسکریپشن ازو چیز را نوشتن میکنم این دفعه و می میگم قیمت ازو که برای ما تمام میشه مثال 100 افغانیسته و ایر پس اگر میفروشین به دو به 200 افغانی را ما به شما میفروشیم چون این ها تیار انتخاب شدگیش ما شما ضرورت نداریم دیگه را مثلا چینج کنیم بعد ازو نیکس انتخاب میکنیم بعد ازو می دیگه اینونتری پورت جوړ میکنیم بنامی ماوس یی چور میکنم یونٹ اف میزرمنٹ زیرم ایچ انتخاب میکنم پرچیز uh, انفارمیشن و سل انفارمیشن از ام تو خالی میمونیم و میگیم ای ام برای ما به 100 افغانی تمام میشه و یی پس ما شما میفروشیم فرض مثال به 300 افغانی و آن هند از فرض مثال یک پینجا دانی از ایرم آشما داریم پینجا دانیش توتل ویلیو از چند میشه 5000 هزار افغانی میشه و در اینجا منیمم ری آردر پاینت از ایر انتخاب میکنیم و میکزمم از ایرم فرض مثال 20 تن انتخاب میکنه وقته کی با 20 تن رسید مکسیمم بر ما یک نوټیفیکیشن برنامه کویک بوکس وتا و مینیمم کی بدادهن رسید بر ما خود کویک بوکس ته جای نوټیفیکیشن وتا به زه یې ډا اوکی کلیک میکنه وقته کی اوکی کلیکونه شما به وینین د بخش انوینټری اسیت ما شما 5000 دیگه اضافه میشه که مکمل پولی که مثلا دارایی که به شکل اینونتوری اسیت ما شما داریم یا امرای ما شما می باشد 35000 میشه شما ببین اول خود اینجا امرای ما شما بعضی از اینونتوری پارت دیگه اضافه شده که کی کیبورد هست مانیتور هست ماوس هست دیسکریپشن هست اینجا دیگه معلومات شده قسمت هست اگر بیایم در بالای چارت اف سی کمپنی خود کلیک کنم در اینجا ببینین خودی اینونتوری اسیت ما شما 5000 دیگه اضافه شده به این نوکي okay, 65000 uh, شول. خب uh, uh, آ لي uh, بس ميم uh, ديني بنتو کنټرول ان کلک مې کومم. بعد ازو کې اس همره مو شما انونت اسمبليز ته انونتري اسمبلي ور ديګه کمانډا ازي له بخيب د درسي بادي برتون ریکارډ مې کوم چون uh, ديوريشن انمي ریکارډ کېس uh, زیاتر شول و پيش مېشه. اي را بعدن د ریکارډ بادي برتن ان شاء الله ریکارډ مې کوم.